آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرده، خدا ما رو فرا خوانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات می‌یابیم که ایمان میاریم به پسر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات نوشته میشه. در انجیل لوقا فصل 24 آیه 29 49 به بعد ما آخرین سخنان عیسی مسیح رو که در واقع بعد از اون صعود میکنه به آسمان که لوقا برای ما مینویسه در انجیل خودش میبینیم که در سخنانی که با شاگردان خودش داره در محور روح القدس میگذره. حتی عیسی مسیح اونها میگه که از اورشلیم جدا نشید، در اورشلیم بمونید، اصلا نمیخوام هیچ خدمتی بکنید، نمیخوام به هیچ جا برید تا اینکه موعود پدر یعنی روح القدس بر شما بیادش. ما میبینیم که چطور در واقع شاگردان در اعمال رسولان باب 1 منتظر روح القدس هستن، روزه میگیرن، در بالاخانه میمونن و در واقع بدین شکل روح خدا میریزه و کلیسا متولد میشه. بنده در اون بالاخانه بودم در اورشلیم، این فیض و برکت خدا من داد که اونجا رفتم. البته در و دیوار اون خانه که هنوز باقی مونده خدا رو شکر میبینیم که در واقع کلمات عربی رو حک کردن، هنوز وجود داره. ولی خیلی جالبه با اون گروهی که در واقع با تور من بودن، با تور هم بودیم، رفتیم اونجا، همین که وارد شدیم ناگهان روح خدا بر ما هم ریخت و شروع کردیم به زبانهای غیر دعا کردن و در واقع خدا رو تمجید کردن. این چیز در واقع نبود که یه نفر بیاد بگه که شما 250 نفر که بسیار اتاق کوچیکی بود برای 250 نفر بیایید حالا به زبانهای روح صحبت کنیم و دعا کنیم. یک چیز خودجوش بود که روی همه اتفاق افتادش. پس حضور خدا و برکت خدا رو ما هنوز میتونیم در اونجا احساس بکنیم اگر بریم. من دعا اینه که یه روز خداوند یه فرصتی بده یک توری داشته باشیم کلیسای سفیران مسیح، همه با هم بریم اونجا و کتاب مقدس رو زنده ببینیم. خیلی زیباست. خانم من خیلی دوست داره اتفاق بیفته. متاسفانه ما از نظر مالی طوری نبودیم که بخوایم با هم بریم و یک اتفاق بود که خداوند برای من داد. اما ما میدونیم که روح القدس یک در واقع قدرت فقط نیستش. روح القدس خود خدا هستش. روح القدس با پدر، پسر یکی هستش و یک شخصیت زنده است. روح القدس یک چیزی نیست که ما که مثلا در مشکل میافتیم بیام میگیم روح القدس تو رو خدا کمکمون کن، محتاج تو هستیم. اینقدر حضور روح خدا برای زندگی ایماندارا واجب و مهم هستش که مسیح میگه قبل از اینکه برید و انجیل رو به دنیا موعظه کنید در اورشلیم بمانید و از روح القدس پر بشید. اینقدر این موضوع اهمیت داره که عیسی مسیح گفت رفتن من برای شما الزامیه. عیسی باید میرفت برای اینکه کار و میشنه در واقع زل دوم تأسیس مقدس پسر به اتمام رسید با مرگ و قیامش و دادن جریمه گناهان بشر و حالا روح القدس باید میومد تا اینکه کلیسا را در سراسر دنیا رهبری و هدایت بکنه. باید میومد و امروز به عبارتی سرکار ما بیشتر با روح القدس هستش. اگرچه عیسی زنده است، گفت هرگاه دو یا سه نفر به نام من جمع بشن من اونجا حضور دارم، اما میدونی پدر، پسر، روح القدس یک هستن و امروز روح خدا که در همه جا در درون ما، در کشور ما، در خارج از کشور ما، در همه جای دنیا حضور داره، ما رو رهبری و هدایت میکنه. اما من امروز میخوام فقط به این قسمت که در این فرصت کوتاه داریم بپردازم و صحبت بکنم که کارهای روح القدس کدوما هستن. من خواهش میکنم که اگر مایل هستید این 10 مطلب رو که میگم بنویسید. در دسترس هم نیست که بخوام الان برای شما در فیسبوک بذارم، شاید هم خداوند فرصتی داد اینا رو تایپ کردیم و گذاشتم خدمتتون. اما در واقع این 10 تا مطلب کارهای روح القدس هستن، کارهایی که روح القدس در کلیسا انجام میده و شاید این بررسی این 10 مورد به ما کمک کنه که اهمیت
روح القدس رو در جمع ایماندارا بیشتر بفهمیم و حتی حضور او رو قدر او رو بیشتر در کلیسا بدانیم. نکته اولی که نگاه میکنیم با هم دیگه اینه که کار روح القدس اینه که ما را تعلیم بده. اوکی؟ او البته توسط شبانان کار میکنه، توسط معلمین و ایمانداران بالغ کار میکنه و تعلیمشون میده، ولی کار روح القدس اینه که به طرقهای مختلف بیاد و کتاب مقدس رو برای ما باز کنه. ما میدونیم که کلام خدا رو روح القدس بود که به انبیا، به پیامبران، به رسولان، به زنان و مردانی که در زمان خودشون برگزیده شدن الهام کرد و اونها نوشتن و اونها امروز برای ما به جا گذاشتن. پس اگر او معلم هستش، اگر خود او کسی است که کلام رو به ما نازل کرده، بهترین معلم هم میتونه باشه. بهترین معلمی که در واقع آیات رو برای ما باز کنه، آیات رو به ما تعلیم بده و ما بتونیم در واقع رشد کنیم و به شباهت پسر خدا عیسی مسیح در بیایم. ما میدونیم تمامی کتب چنان که پتروس میگه طبق الهام روح خداست. چنان که پتروس میگه همه برای این هستش که از افکار در واقع انبیا نیستش. این چیزی نیست که یه دفعه نبی تصمیم گرفته خب اگه ما اینو بگیم مردم بیشتر برکت میگیرن و در واقع براشون مفیده، بلکه روح خدا بهشون الهام کرده و نازل کرده. ما میدونیم که در کتاب تیموتائوس پولس رسول به تیموتائوس میگه تمامی کتب از الهام خداست به جهت برکت، تنبیه، اصلاح، تا اینکه مرد خدا دختر خدا رو در واقع تربیت کنه، رشد بده تا اینکه بتونه عضو مفید بشه. پس روح القدس میاد در کلیسا ما رو تعلیم میده. یکی از چیزایی که خیلی اهمیت داره ما یعنی که در خدمت هستیم، در کانون شادی برای بچه ها، در سرود خواندن، در تعلیم، در واقع موعظه کلیسا، واقعا از روح القدس بخوایم که این چیزها رو ما یاد بده. البته بسیاری ریسورس ها در دنیا وجود دارن که ما میتونیم استفاده کنیم. اینترنت، گوگل، شما بزنید به انگلیسی هر چیزی رو، حتی فارسی، خیلی منابع وجود داره. ولی همونطور که میدونید علاوه بر این که منابع مفید هستن، ما بیشتر احتیاج داریم که منابعی که روح خدا شخصا به ما مکاشفش رو میده رو استفاده کنیم. شخصا من خودم از منابعی که وجود داره وقتی به درد بخوره استفاده میکنم، ولی ترجیحاً روح خدا که به ما کمک میکنه که در واقع بتونیم این در واقع چیزی رو که تعلیم به ما داده، تجربه کرده، بهتر به دیگران لمس کنیم و به دیگران بدیم. دومین کاری که روح القدس میکنه اینه که روح القدس از طریق ایمانداران صحبت میکنه. روح القدس از طریق ایمانداران صحبت میکنه. بسیار مهمه که ما بدونیم. من کاملا مخالفم با این برخورد. عزیزی بود این هفته البته با من صحبت میکرد و این دومین باره که من همچین چیزی رو میشنوم. وقتی همچین طرز تفکر و سخنی میشنوم یک کمی من نگران اون افراد میشم یا اون فرد میشم. من کاملا مخالفم با این قضیه که ما بگیم هرچی روی خدا بگه ما عمل میکنیم. و خب ما میدونیم روح خدا خیلی چیزها رو میگه و درسته، مشکلی من از این جهت ندارم، ولی وقتی روح خدا چیزی رو به کسی میگه حتما کلیسا همون رو تایید میکنه، حتما شبانان هم تایید میکنه، حتما خادمین هم اون رو در واقع مهر تایید روش میزنن. پس مهمه که ما بدونیم که روح قدوس فقط با ما صحبت نمیکنه. روح قدوس اگر به ما چیزی میگه موافق کلامش با ما صحبت میکنه. پس وقتی میگیم روح قدوس از طریق ایمانداران صحبت میکنه، خیلی مهمه که ما گوش به زنگ باشیم، ببینیم اگر خدا میخواد توسط برادر یا خواهری به ما چیزی رو بگه به جان دل بپذیریم، قبول بکنیم. ولی مهمه که ما بدونیم که در واقع برادر خواهرایم هستن که چیزی رو که روح خدا برای ما باز کرده تایید میکنن. معمولا شبانان، خادمین، معلمین کسایی هستن که میتونن در واقع عناصری باشن، افرادی باشن که این تاییدیه را از جانب خدا بدونن. مثلا اگر کلام خدا رو خوب بلدن، تجربیات بیشتری دارن، چقدر مفید میشه که ما از طریق اونا کمک بگیریم. ولی اون چی که میخوام بدونیم در این مرحله اینه که روح خدا توسط ایماندارا صحبت میکنه. ولی میخوام برعکس اونم بگم، یعنی این که من یادم چند سال پیش عزیزی اومد گفت خدا به من گفته تو با من کار کنی. گفتم چقدر خوب، خیلی عالی، ولی اجازه بدید که روح خدا به منم بگه. پس برای دو طرفه هستش، نه فقط روح خدا به اون فرد بگه، بعد به منم بگه. یا مثلا
در واقع برعکس این هم هست که گفتم، مثلا عزیزی بود که میگفتش که روح خدا به من گفته، شبان اومده گفته که نه شما اشتباه میکنید، گفته نه روح خدا به من گفته، و این خیلی خطرناکه. در بعضی موارد بوده که شخصی در کلیسا بلند شده، البته کلیسای ما نه، بلند شده ایستاده گفته روح خدا میگه فلانی و فلانی با هم باید ازدواج کنن. خب بعدن در انتهای جلسه متوجه شدیم اون شخص نامزد داره. پس این خیلی باید با احتیاط باشه، ولی در این حال باید بدونیم که روح خدا توسط افراد صحبت میکنه. توسط سموئیل بچه هم صحبت کرد، وقتی که در واقع سموئیل رفت به عیادت ایلی کاهن، گفت خداوند اینو به من گفته، ایلی نفهمید، مرد خدا نفهمید، ولی در نهایت متوجه شد که بعد از چند بار که این از جانب روح خدا هستش. پس مهمه که ما اینو در نظر داشته باشیم. سومین کاری که روح قدوس میکنه، انجیل به ما نشون میده که روح قدوس ما را کمک میکنه که بله، روح قدوس ما را کمک میکنه که هدایت بشیم. عزیزان، هدایت خیلی اهمیت داره، هدایت روح خدا. اینو میگفتم خدمتون که روح قدوس کارش اینه که کلیسا رو هدایت بکنه. کلیسای اولیه یکی از خصوصیاتی که داشت این بود که هرگز کاری رو نمیکرد مگر اینکه روح قدوس بهشون بگه چیکار بکنید، مگر اینکه روح قدوس هدایتشون کرده باشه. ما به کرار میبینیم در کتاب اعمال رسولان که انجیل کتاب اعمال رسولان مینویسه که ما و روح قدوس ثواب دیدیم. رسولان، شاگردان با هم زانو میزنن، دعا میکنن، روزه میگیرن و بعد روح قدوس بهشون میگه چیکار بکنن. پس کار روح قدوس هدایت کردنه. مسیح در انجیل یوحنا 14، 15 و 16 تمام این مطالب رو میگه. میگه که اون میاد شما رو هدایت میکنه. بزرگترین کسی که میتونه ما رو هدایت کنه در زندگی شخصیمون برای اینکه چه تصمیماتی بگیریم که مفیدتر خواهد بود برای زندگی روحانی و جسمانی ما، روح قدوس هست. ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم، روح قدوس هرگز برخلاف انجیل حرف نمیزنه، برخلاف کلامش حرف نمیزنه. مثلا در انجیل نوشته شده که یک ایماندار باید با یک ایماندار ازدواج کنه. روح قدوس هرگز نمیاد در قرن 21 به شخصی بگه اشکال نداره تو بری با اون شخص ازدواج کنی که مسیحی نیستش. اینو باید متوجه باشیم. مثلا در کلام خدا میگه دهیک های درآمد خودتون رو به خداوند بدید. کلام خدا میگه در عهد عتیق و در عهد جدید به نوعی تعلیم میده، هرگز نمیاد بگه اشکال نداره نده امروز در قرن 21 و چیزای نظیری. و دوم این که همونطور که خدمتتون گفتم، هیچ وقت که در واقع وقتی روح قدوس ما رو هدایت میکنه، در واقع چیزی نیست که دیگران تاییدش نکنن. مسلما کسانی پیدا خواهند شد که تایید میکنن، میگن از روح قدوس، کسانی که ایماندار هستن. نباشه که یک شخص غیر مسیحی بیاد بگه اشکال نداره این کارو بکن، در صورتی که غیر مسیحی ها روح خدا رو ندارن، از روح خدا هدایت نمیشن، کلام خدا رو بلد نیستن. چهارمین کاری که روح قدوس میکنه که روح قدوس به عیسی مسیح شهادت میده. برای همینه که اگر کسی بعد از مسیح اومده ادعای پیامبری میکنه یا ادعا میکنه که من در واقع این هستم و اون هستم، از طرف خدا هستم، نمیتونه از طرف خدا باشه اون شخص اگر به عیسی شهادت نده. در حالی که کار روح قدوس، کسی که ادعا میکنن که وقتی مسیح داره نبوت میکنه در انجیل یوحنا باب 14، 15 و 16 راجع به تسلی دهنده و در واقع روح قدوس، اشارش به محمد در واقع پیامبر مسلمان هست.
در صورت که اینطور نمیتونه باشه. اولا مسیح گفت در انجیل متی باب 24 که بعد از من انبیای دروغی میان، نگفت هرگز پیامبری میاد که کاری رو انجام بده. و دوم اینکه او گفتش که وقتی کسی روح قدوس میاد او بر من شهادت میده، در صورت که میدونیم محمد بر مسیح شهادت نمیداد، خودش ادعا کرد که یک در واقع پیام جدیدی آورده. پس بدونیم که کار روح قدوس اینه که بر مسیح شهادت بده. کسایی که از روح خدا پر هستن اینها نمیتونن به مسیح شهادت ندن. کسانی که از روح خدا پر هستن نمیتونن سکوت کنن از اینکه مسیح بر اونها چه کرده است. پس بسیار اهمیت داره که بدونیم روح قدوس کارش اینه که عیسی را جلال بده و بارها این در انجیل یوحنا نوشته شده و ذکر شده. پنجم، روح قدوس کارش اینه که ما را به گناه محکوم کنه، نه که محکومیت به وجود بیاره. فراموش نکن روح قدوس محکوم نمی کنه، محکومیت همیشه از جانب شیطانه، ولی در واقع ملزم شدن به گناه، نادم شدن نسبت به گناهی که کردیم از جانب روح قدوسه. روح قدوس میاد به ما احساس ندامت رو میده، ما به خودمون بیایم بیدار میشیم و توبه میکنه. پس خیلی اهمیت داره که رابطه ما با روح قدوس طوری باشه که اگه او ما رو ملزم میکنه، به ما میگه این کار اشتباهه، این کار گناهه، ما بیدار بشیم، متوجه بشیم و برگردیم به حضور خدا. روح قدوس مثل اون آلارمی میمونه که مرتب زده میشه که نکن داری اشتباه میری. مثل ماشینای حال امروزه، ماشینای امروزه بسیار از اونها یک آلارمی دارن که وقتی شما بنزینتون رو تموم میشه علامت میده تو داره بنزین تموم میشه. یکی از ماشینای ما نشون میده که حالا شما 10 مایل دیگه بنزین داری، حالا 9 مایل دیگه داری، حالا 8 مایل دیگه داری. روح قدوس میاد و ما رو به گناه ملزم میکنه، به ما نشون میده تو داری از خدا دور میشی، تو داری دور میشی، تو داری دور میشی. پس کار روح قدوس اینه که الزام روحانی در ما به وجود بیاره، ولی روح خدا هرگز نمیاد و این روحیه محکومیت رو در ما قرار بده. من بسیاری میشناسم از ایرانی های عزیز که مسیح ایمان آوردن ولی هنوز در این محکومیت به سر میبرن که اگر من 30 سال پیش این کار نمیکردم اینطور نمیشد. این از خدا نیست، چون گذشته ما کاملا شفا پیدا کرده و پاک شده. پس پنجمین کار روح قدوس در کلیسا و ایماندار اینه که او را نسبت به گناه متوجه میکنه. آمدید تا عصرم آزادم کنی، آمدید زر این جهان شادم کنی، آمدید برداشتی از من هر گناه، آمدید چون روز شد شام سیاه. آمدید تو در گشایی بهر من، بازگردانی مرا به شهر من، آمدی آشی دهی خلق و خدا، آمدی تا راه نماییز چا. آمدی تا از غم آزادم کنی، آمدی در این جهان شادم کنی، آمدی برداشتی از من هر گناه، آمدی چون روز شد شام سیاه. آمدی تا درگشایی بهر من، بازگردانی مرا به شهر من، آمدی آشتی دهی خلق خدا، آمدی تا راه نمایی ز چاه. جشن میلاد تو برپا در جهان، دارم به دلش قدس شادی مهربان، نزد عیسی می شود هر کس رها.
آمدی خوش آمدی ای مهربان، جشن میلاد تو برپا در جهان. دارم به دل عشقت ز شادی مهربان، نزد عیسی می شود هر کس رها، نزد عیسی می شود هر کس رها. آمدی آمدی خوش آمدی ای مهربان، جشن میلاد تو برپا در جهان. دارم به دل عشقت ز شادی مهربان، نزد عیسی می شود هر کس رها، نزد عیسی می شود هر کس رها. مثل ماشینی مونیم که در واقع خریداری شده، خیلی هم زیبا، خوب، اسم خوبی داره، کیفیت خوبی داره، ولی ما میدونیم که ماشین جلو نخواهد رفت اگر بنزین نشته باشه. مسیح ما را نجات داده، ما از گناه توبه کردیم، آزاد شدیم، فرزند خدا شدیم، ولی ما احتیاج به قوت داریم تا اینکه در ایمان خودمون رشد کنیم. ما احتیاج به حضور او در زندگیمون داریم، در تمام زوایای زندگیمون، تا اینکه حضور داشته باشه. روح القدس فقط در مسائل روحانی ما عمل نمیکنه. روح القدس در تمام زندگی ما عمل میکنه، در احساسات ما، عواطف ما، در موضوع جسمانی ما. اگر مثلا احتیاج داریم که تصمیم تو زندگیمون بگیریم، اگر مثلا میخوایم اسباب کشی بکنیم، چقدر خوبه که ما فکر کنیم روح القدس تو چی میخوای ما انجام بدیم، کجا بریم اسباب کشی کنیم، کجا بریم نقل مکان بکنیم، کجا به نفع ماست، کجا برای جلال خداست. اگر در زندگی روحانیمون، جسمانیمون مشکلات میاد، سختی‌های میاد، قحطی‌های میاد، دردهای میاد، اونجاست که به روح القدس احتیاج داریم. پس مثل این تشکیلات برقی این اتاق میمونه، استودیو میمونه، که اگر تو برق نباشه کم کم ضعیف میشه و نهایت خاموش میشه. پس ما باید کاملا به روح خدا وصل باشیم. ما به خادمین احترام میذاریم، به کلیسا احترام میذاریم، اما باید به روح القدس وصل باشیم در وهله اول. پس خیلی مهمه که قوت رو از او بگیریم. مسیح در انجیل، در کتاب اعمال رسولان باب 1 آیه 8 توسط لوقا مینویسه. لوقا میگه که مسیح فرمود در اورشلیم بمانید، لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت. قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید شد. پس قوت یافتنی نیست که ما بیایم بگیم من قوت دارم، برای اینکه شاهد امینی بشیم برای خدا، برای اینکه بتونیم نام او رو جلال بدیم با هم دیگه. پس خیلی اهمیت داره که از روح خدا یاری بطلبیم و قوت رو دریافت کنیم. همه ما در قسمت‌های از زندگیمون احتیاج به قوت خدا داریم و اینجاست که در واقع وقتی به اون میچسبیم این قوت در ما جاری میشه. هفتم، روح القدس محبت خدا را در دلهای ما ایجاد میکنه. روح القدس محبت خدا را در دلهای ما ایجاد میکنه. خیلی اهمیت داره ایزان که ما یادآوری بکنیم به خودمون که من احتیاج دارم که از محبت خدا پر بشم. نه فقط ما باید هر روز از روح خدا پر بشیم، بلکه باید در محبت خدا زورآور بشیم. زورآور شدن از محبت خدا. پس اگر احساس میکنید شما احتیاج به محبت کردن دارید، کسی نمیتونید دوست داشته باشید، باید بگید روح خدا منو از محبت تعمید بده. چند نفر از شما میتونید شهادت بدید که وقتی به مسیح ایمان آوردید خیلی راحت تونستید دشمناتونو ببخشید، خیلی راحت تونستید خیلی ها رو محبت بکنید که قبلا نمیتونستید این کار رو انجام بدید. محبت خدا، آمین آمین آمین، محبت خدا ریخته شده. نمیگه انشالله ریخته خواهد شد، نمیگه زور بزنید که محبت خدا ریخته بشه، بلکه کلام خدا میگه محبت خدا توسط روح القدس ریخته شده است. مثل یک ظرفی میمونه که توش محتویات خیلی خوبی داره، مثل غذای خوشمزهی که خانمای ایرانی درست میکنن، بعد درشو وا کنید که اونو ببینید، بعد قاشقو بزنید، نه قاشق نزنید تو قابلمه، خانما کتکتون میزنن، به اون ملاقه رو بزنید بریزید تو پشقاب، بعد بخورید که بتونید بهره مند بشید از اون چیزی که وجود داره. محبت خدا ریخته شده، حالا این محبت رو بعد روشو درشو وا کنیم شکوفا بشه، اجازه بدیم جاری بشه. پس اگه میخوایم دعای درستی بکنیم، بعد بگیم خداوند متشکرم برای اینکه محبت تو در دل من ریخته شده. من میتونم دشمنام دوست داشته باشم، کسایی که به خاطر ایمان من به مسیح منو جا
جفا میرسونن دوستشون داشته باشم. روح قدس متشکرم برای حضور شیرین تو در زندگی من. از اینجاست که محبت خدا در دلهای ما باز و باز و بازتر میشه. میدونم ما ایرانی از مسیری میایم که در خیلی از اوقات ما مشکل داریم نسبت به دوست داشتن دیگران. بسیاری از ما زخمی هستیم، دلمون شکسته، ما رو ناامید کردن، ولی وقتی محبت خدا رو اجازه میدیم که در ما جاری بشه توسط روح القدس، این اتفاق میفته که ما میتونیم راحت دیگران دوست داشته باشیم. ما نباید زور انسانی بزنیم دیگران دوست داشته باشیم. ما باید بپذیریم که روح خدا در ما این محبت رو ریخته و اجازه بدیم که جاری بشه، اجازه بدیم که دیده بشه. اینجاست که کار روح خدا در زندگی ما به کمال میرسه. اگر شما این چند تا مورد، حالا چند تا مورد دیگه هم از نگاه میکنیم با هم دیگه، این نکته هفتم بود، نگاه کنید، همه اینا در مسیح بود. شما چهار انجیل رو بخونید میبینید که روح خدا در مسیح طوری تعلیم میداد که دشمنا میگفتن واو این چه معلمیه. مردم میگفتن ما چنین تعلیمی رو از فریسی‌ها نشنیدیم، چطوره که این شخص این گونه تعلیم میده؟ چون روح القدس در او عمل میکرد. مثلا میدیدیم که مسیح توسط روح القدس توسط مسیح سخن میگفت، توسط مسیح سخن میگفتش به طوری که اسرار دل مردم رو میگفت و برملاشون میکرد اگه داشتن غیبت میکردن یا در واقع خصومت داشتن. روح خدا مسیح رو هدایت میکرد. مسیح میرفت سر یه چای یه خانم رو میدید و اونجا موعظه میکرد و زندگی اون شخص توبه میکرد، عوض میشد. در واقع روح خدا چنان در مسیح عمل میکرد که اون موعظه میکرد که مردم به توبه در میومدن. روح خدا طوری در مسیح عمل میکرد که راحت میتونست مردم گناه ملزم بکنه، طوری که پتروس در قایق ناگهان میگفت خداوند از من دور شو، من نالایق هستم، من ناپاک هستم. چرا؟ چون روح خدا در مسیح به فراوانی بود. روح قدس چنان قوتی به مسیح بخشیده بود که کسی یارای سخن گفتن باش نداشت. چنان قوتی در او بود که توسط او آیات و معجزات جاری میشد. اینجاست که ما متوجه میشیم که روح خدا در مسیح بود، پدر، پسر، روح القدس و همینطور محبت مسیح، شفقتی که داشت. چنان روح خدا در مسیح قوی عمل میکرد که وقتی به مردم نگاه میکرد اونها رو مثل گوسفندان بدون چوپان میدید، دلش میسوخت، برای اونها گریه میکرد. پس روح خدا مدام در مسیح بود. حالا که ما مسیح ایمان آوردیم، همین روح خدا به ما داده شده، هللویا، همین روح خدا به ما داده شده و ما این قدرت ها رو داریم و ما این کیفیت رو داریم و بپذیریم که کارهای روح قدس در ما عظیمه و کلیسا احتیاج به روح خدا داره. هشتم، روح قدس ثمره روح را در ما ایجاد میکنه، ثمره خودشو. ثمره روح خدا در کتاب غلاطیان فصل 5 آیه 22 نوشته شده، نه میوه. در واقع من یادم سالا پیش وقت که نه میوه رو تعلیم میدادم در هندوستان در کنفرانس افغانی ها، شاید اولین کنفرانس مسیح افغانی بودش، و اونجا وقتی تعلیم میدادم یه عزیزی برای من نقاشی کشید و گذاشت جلوی جماعت و تمام میوه ها رو مثل یک خوشه انگور بودش، تمام میوه ها رو هر کدوم از این حبا نوشته بود، مثلا محبت، خوشی، در واقع فروتنی، پرهیزکاری. ما میدونیم که در کتاب غلاطیان 5:22 نوشته شده کسی که از روح خدا پر میشه، کسی که روح خدا در او عمل میکنه، این نه میوه رو داره. حالا اگه کامل نداره، اما به اون سمت داره میره، به اون سمت عمل میکنه، تواضع، فروتنی، حلم، صبر و نه میوه‌ای که اونجا وجود داره. چطوری که با هم نگاه بکنیم، معمولا بعد از ناتان اینجور مواقع سریع آیه رو میذاره، ولی غلاطیان 5:22 رو از رو خود کلام میخونم که به ترتیب بگم. میگوید لیکن ثمره روح محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری است. و از خدا میخوام که چنین با قوت خودش در کلیسای خودش عمل بکنه که این نه میوه دیده بشه. و این نه میوه اگه ما در زندگیمون داریم میبینیم که دیده میشه، در واقع ما مسیحی هستیم، مسیح در ما عمل میکنه و ما احتیاج داریم که اینو از خداوند بخوایم. هللویا. روح قدس از مسیحیان نکته نهمه، دو تا دیگه بیشتر نداریم. یکی دیگه از کار روح قدس اینه که او از مسیحیان، از ایمانداران حمایت میکنه
و مدافع اونا هستش. هللویا، ما مدافع بزرگ داریم عزیزان. خدا با ماست. کلام خدا میگه اگر خدا با ماست کیست به ضد ما؟ روح القدس میاد در زندگی ایمانداران در شرایط مختلف، در موقعیت‌های مختلف، در واقع از اونا حمایت و دفاع میکنه. پس اگر عزیزی به خاطر ایمانش در زندان هستش، کسی داره داره جفا میبینه به خاطر که او مسیحی شده، نباید نگران باشه. ما باید دعا بکنیم برای عزیزان ما که به خاطر ایمانشون تو زندان هستن، که خداوند از اونا استفاده کنه، خداوند به اونا صبر بده، به اونا قوت بده. همین دعا رو باید بکنیم. اگه کاری از دست اون برمیاد باید براشون بکنیم. مثل بنده که فرصتی پیش اومد رفتم تلویزیون صدای آمریکا و اونجا راجع به وضعیت مسیحی‌ها صحبت کردم. در برنامه‌های سیمای مسیح در گذشته بارها و بارها راجع به ایماندارا و وضعیتشون در زندان صحبت کردیم. روزه گرفتیم برای برادر خواهرامون در زندان‌ها. اینا کارهای خوبیه. اما این بدین معنا نیست که اونها بیچاره هستن، بدبخت هستن، کسی ندارن. اونا افراد سیاسی نیستن. اونا افرادی هستند که بزرگترین حمایت کننده و مدافع رو دارن. من این افتخار داشتم که کشیش دیباج رو از نزدیک ملاقات کردم، مردی که تقریبا 10 سال در زندان بودش به خاطر ایمانش. این مرد همیشه شهادت میداد که چگونه روح خدا در با او بوده، حتی موقعی که در انفرادی بود، حتی موقعی که کتاب مقدسش رو ازش گرفته بودن. من مطمئنم وقتی این برادر رو در خیابان ترور میکردن، او رو میکشتن، باز روح قدوس کنار او بودش، او را حفظ میکرد، بچه های ایشون رو حفظ کرد روح خدا. پس خیلی خیلی اهمیت داره که ما بدونیم روح قدوس آمده تا از کلیسا حمایت کنه. اگر شما خانومی هستید که توسط شوهرتون آزار میبینید، بدونید که اون مدافع شماست. برید به روح خدا بگید متشکرم که از من دفاع میکنی. اگر شما مشکل مالی دارید، شغلتون طوریه که نمیخوان بزن شما کار کنید چون مسیح شدید، بگید ای روح قدوس متشکرم که تو از من دفاع میکنی، متشکرم که تو کنار من هستی. ما بزرگترین مدافع رو داریم. هللویا. روح قدوس میاد که از ما حمایت بکنه. روح قدوس. و شما اینو در کتاب اعمال رسولان بارها میبینید که چگونه روح خدا وقتی که عمل میکرد زنجیرهای زندانها پاره میشد، درها باز میشد. من در همین آمریکا در یک کنفرانسی که مربوط به افغانی‌های عزیز میشد حضور داشتم و بعد صحبت میکردم و برادری اونجا بودم به نام برادر یون. حتما کتاب ایشون دیدید، به فارسی مرد آسمانی. و این برادر خب یک واقعا مرد خدا هستش، یعنی اسم خوبی روش گذاشتن، مرد آسمانی. البته چینی حرف میزد و کسی برای ما ترجمه میکرد به انگلیسی، ولی این شخص کسی بود که در به خاطر ایمانش بارها و بارها در زندان شکنجه شده بود و خیلی خوب تعریف میکرد این برادر عزیز. بله خب خدا رو شکر، این برادر عزیز میگفتش که چطور یک بار درهای زندان براش باز شد، از کنار زندانبانا رد شد، اومد رفت تو خیابون، رفت و اینها ندیدنش. من آقای ریچارد ورنبراند رو نزدیک دیدم به فیض مسیح قبل از که برن پیش خداوند. و این مرد، ما میخوانیم که کتاب در زیر زمینی خدا و کتابای نظیر این راجب ایشون نوشته شده که چگونه بارها بارها ایشون و خواهر صابرینا همسرشون به خاطر ایمانشون از طریق روح القدس حمایت شدن موقعی که در زندانهای کمونیستا بودن، وقتی شکنجه میشدن. عزیزان، ما بزرگترین مدافع رو داریم. بهترین کاری نیست که در سختی یا غر بزنیم به دادم برس کجایی. بهترین راه اینه که بگیم این روح قدس متشکرم تو با منی. اجازه بدیم که او در سختی ها در ما عمل کنه. و دهمین کار روح قدس اینه که در دعا به ما کمک میکنه. هللویا. چند نفر احساس میکنید که در دعا ضعیف هستید؟ چند نفر احساس میکنید که شاید اونطوری که دلتون میخواد دعاهاتون جواب داده نمیشه؟ خب به روح خدا بگید. من همیشه به کسایی که تازه ایمان میارن میگن که میخوایم کتاب مقدس رو بخونیم و کمک کنیم که بفهمیم، میگم خیلی کار ساده ای انجام بدید. وقتی میخواید قسمتی از کلام بخونید قبلش دعا کنید، بگید روح قدس متشکرم برای مثلا انجیل یوحنا باب 11، دعا میکنم که به من حکمت بدی، به من آرامش بدی، ذهن منو باز کنی، فکر منو باز کنی، منو تعلیم بدی. و این گونه دعاها کمک میکنه که کلام خدا رو بفهمیم. این در هر جای زندگی ایمانداران صادق هستش، در هر قسمتی. در دعا ما به روح خدا احتیاج داریم. یعنی به واقع دعای بهترین دعا هستش که شخص به وسیله این روح قدوس این دعا رو به حضور پدر میبره.
ما در دروس نویمانا گفتیم عزیزان و الان هست توی اینترنت، دوره اول تمام شده است به نام خلقت تازه در مسیح. در قسمت دعا گفتیم که وقتی که میخوایم دعا بکنیم اجازه بدیم که روح خدا این دعا را مزین بکنه به حضور خودش، روح خدا لمس کنه، با او همکاری کنیم و بگیم خداوندا به وسیله روح خدا دعا میکنیم. پس ما در دروس اولیه میگیم که ما به نام عیسی مسیح دعا میکنیم چون او برای گناهان ما مرد و زنده شد، او شفیع ماست. خطاب به پدر دعا میکنیم، همونطور که در متی باب 6 عیسی مسیح گفت ای پدر ما که در آسمانی، به وسیله در واقع به اسم خطاب به پدر و به وسیله روح قدوس این دعا رو به حضور پدر میبریم. پس اینها کارهای عظیم روح خدا هست. مطمئنم که کارهای دیگه هم هست که در واقع روح خدا انجام میده، ولی این 10 تا کار رو نشون میدن که چقدر اهمیت داره که یک مسیحی و یک کلیسا در خدمت خودش، در پرستش خودش اجازه بده که روح خدا حضور داشته باشه. پس فراموش نکنیم که روح قدوس فقط منحصر به زمان کلیسای اولیه نبودش. بعضی این تعلیم میدن متاسفانه، میگن کلیسای اولیه برای اینکه بتونه پیغام انجیل رو به طرز وسیع برسونه در واقع روح خدا به اونا داده شد، برای همین اونا به زبان حرف میزنن، برای همین معجزات میکردن، اینا مال اون موقع است. من معذرت میخوام اگر شاگردانی که مسیح دیدن که از قبر اومد بیرون، کلیسای اولیه که شاگردان با اونا بودن احتیاج داشتن، من و شما چقدر در قرن 21 بیشتر احتیاج داریم. من که احتیاج دارم، ای روح خدا کمکم کن، کمک من کن. پس روح القدس و عطایا و تعمید او فقط بر اون زمان نیستش، مسیح با شما خواهد بود، در شما عمل خواهد کرد. پس روح القدس و تعمید او و سخن گفتن به زبان ها فقط منحصر به کلیسای پنتیکاستی و کاریزماتیک نیستش. هر ایمانداری به حضور روح قدس احتیاج داره، اقلا این 10 مورد نشون میده. اگر روح قدس نباشه که ایماندار رو ملزم کنه نسبت به گناه، چقدر به بیراهه میرن. زمانی بود که در کلیسا متاسفانه کشیشان اجازه نمیدادن که مسیح یا کتاب مقدس داشته باشن. ما میخونیم که چه دوران تلخی رو کلیسا پشت سر گذاشت. زمانی بود که کلیسا فقط میخواست فعالیت اجتماعی بکنه. من مخالف فعالیت اجتماعی نیستم، ولی هیچ کدوم اینا به درد نمیخوره اگر روح خدا بر اونها نباشه. کلیسا به روح قدوس احتیاج داره. اگر مسیح به شاگردان گفت در اورشلیم بمانید تا روح قدوس بر شما بیاد، به عبارتی هیچ کار نکنید، هیچ خدمت نکنید، بشارت ندید، هیچ جا نرید، چقدر بیشتر من و شما احتیاج داریم. بنده یادمه که 2 ماه بود ایمان آورده بودم، هیچ چیزی راجع به روح قدوس نمیدونستم. در یک کتابخانه خیلی کوچک 3 نفر 4 نفر به زور جا میشدیم، زانو بزنیم، دعا کنیم. ما هر هفته جمع میشدیم و دعا میکردیم و ناگهان در حین دعا دیدم که برادرها میگن که الناتان هم داره به زبانها صحبت میکنه. نه کسی من گفت تعمید روح قدوس چیه، نه کسی برای من دعا کرد که تعمید روح قدوس بگیرم شاید، ولی ناگهان روح خدا ریخته شد. عزیزان کلیسا احتیاج داره. اگر روح خدا بر مردم قرار نگیره، بر کلیسا قرار نگیره، کلیسا سرکش میشه، کلیسا نافرمان میشه، از او دور میشه. عرض کردم شما مثل اتومبیلی میمونید که خیلی هم لوکس، خیلی هم عالیه، خیلی هم پربرکته، ولی احتیاج به بنزین دارید و روح قدوس اون بنزین یک ایماندار هستش، اون باتری یک ایماندار هستش، اون برق اون ایماندار هستش. راجع به روح قدوس سخنان بیشتری دارم در خدمتتون باشم و با شما صحبت کنم، ولی در همینجا در واقع اکتفا میکنم. تا یک شنبه ما وقت داریم، یک شنبه و یک شنبه. اگر شما احساس میکنید تشنه روح خدا هستید، همونطور که عیسی در انجیل یوحنا فصل 7 گفت هر که تشنه است نزد من بیاد، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. تشویقتون میکنم که در این 2 روز باقی مانده و هر روز البته، نه فقط سال 1 بار، در حضور خداوند بیشتر وقت بذارید و بگید روح خدا منو پر کن، به من حکمت بده، به من برکت بده، و من مطمئنم که روح خدا شما را پر خواهد کرد. یک بار دیگه فقط لیست رو میگم اگر ننوشتید یا جا موندید به خاطر که من سریع صحبت کردم. کارهای روح قدوس اینه که او ما را تعلیم میده، از طریق ایمانداران سخن میگه، ما را هدایت میکنه، به عیسی شهادت میده،
روح القدس ما را به گناه ملزم میکنه، محکوم میکنه. ششم، روح القدس به ما قوت میبخشه. هفتم، روح القدس محبت خدا را در دلهای ما ایجاد میکنه. هشتم، روح القدس ثمره خودش رو در ما به وجود میاره. روح القدس ایمانداران رو حمایت میکنه و مدافع اونا هست. و دهم، روح القدس در دعا به ما کمک میکنه. هللویا، شکر، شکر، هللویا. روح خدا آمده که کلیسای خودش رو مجهز بکنه. روح خدا آمده که کلیسای خودش رو لمس بکنه. امروز در قرن 21، در دورانی که بسیار سختی ها و درد ها و ناآرامی ها بیشتر و بیشتر میشن، به بازگشت مسیح بیشتر نزدیک میشیم، ما احتیاج داریم که روح خدا بیشتر در کلیساهامون عمل بکنه، در مؤمنین عمل بکنه. من میخوام با هم دعا بکنیم در این راستا. عزیزان من میام بازم سرود میخونیم و یه قسمتی رو برای دعا میذاریم، اگر احتیاج هستش همونطور که نوشته شد، اگر چیز خاصی هست میشنویم یا دعا میکنیم. ولی بیاید با هم دعا کنیم، بگیم روح خدا متشکرم ای روح قدس برای وجودت در میان ما. ای روح قدس متشکرم که بر همه چیز حاکم هستی، بر دلهای ما، بر قلبهای ما، بر افکار ما، بر زندگی ما. به تو خوش آمد میگیم بر زندگی ما ای خدا. او هللویا، تو را میپرستیم ای روح قدس، ای روح راستی، ای تسلی دهنده. متشکرم ای خداوند که تو در میان ما الان حضور داری ای خداوند. میدونم که داری در ما میخرامی، میدونم که داری ما را سرچ میکنی، امتحان میکنی. ای روح قدس میخوام که با قلبهای ما صحبت کنی، میخوام که کلیسا تو لمس کنی ای خداوند. از تو خواهش میکنم ای روح قدس کلیسای خودتو لمس کنه ای خداوند. در هر کدوم از این آیتم هایی که گفته شده ای خداوند، اگر در جمع ما احتیاج هست، ای قدوس خدا حاکم شو بر ما، بر ما فرود آی، بر ما فرود آی ای خداوند. به تو احتیاج داریم در طول هفته، در فراز و نشیب های زندگی، در موقعی که تعلیم رو میشنویم، در موقعی که میخونیم کلام تو رو، در موقعی که دعا میکنیم، در موقعی که کار میکنیم، در خلوت دل ما با ما سخن بگو. تو رو دوست داریم ای روح قدس، تو رو میپرستیم، تو رو ستایش میکنیم ای خداوند. بر ما فرود آی، بر کلیسات فرود آی خداوند. تو رو شکر میکنیم ای خداوند، تمام جلال رو به تو میدیم در نام عیسی مسیح. آمین، آمین، آمین. آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرده، خدا ما رو فرا خوانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات بیابیم که ایمان میاریم به پسر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات نوشته میشه.